سلام، به کانال همگام با ورزش خوش آمدید. بعد از شکست اخیر منچستر یونایتد خیلی از رسانه‌ها جانشینان احتمالی این سرمربی سخن می‌زنند. به نظر می‌رسد ادن هازارد ال کلاسیکو هفته بعد را نیز از دست خواهد داد. وضعیت دنی کارواخال نیز مبهم است. زینتن زیدان با همکاری یک شرکت اسپانیایی اقدام به تأسیس باشگاه پادل در فرانسه کرد. شکست غیر منتظره شیاطین استور در خانه روباها با یک حاشیه همراه بود که ستاره پرتغالی تیم در متن آن قرار داشت. درباره این که چرا بازی لالیگای ریال مادرید و اتلتیکو مادرید به توقف افتاد توضیح داده شد. پس از شکست 4-2 منچستر یونایتد مقابل لستر در شنبه شب که باید شد 3 بازی بدون پیروزی در لیگ برتر از سوی این تیم به ثبت برسد، اولی گونار سولشایر مربی این تیم را تحت فشار قرار داده است. یونایتد در حال حاضر با مجموعه سخت از بازی‌ها روبرو است. در 3 بازی بعدی خود در لیگ با لیورپول، تاتنهام و منچستر سیتی و همچنین 2 بازی با آتالانتا در لیگ قهرمانان که میتوان تعیین کننده باشد که آیا مرد نروژی کارش را میتواند ادامه دهد یا خیر. دیلی اکسپرت معتقد است که منچستر یونایتد لیست از 4 مربی تهیه کرده که در صورت تصمیم گیری برای جدایی از سرمربی فعلی میتواند جانشین سولشایر شود. آنتونو کونته سرمربی سابق چلسی و اینتر با تجربه ترین مربی است. کونته که در گذشته در لیگ برتر شگفت‌انگیز عمل کرده از نظر تاکتیکی بسیار برتر از سولشایر بود. یک مربی بالقوه هیجان‌انگیز در اولترافورد را ایجاد می‌کند. زینتن زیدان به دلیل موفقیتش در رئال مادرید به یک شخصیت بسیار تحسین شده در دنیای مربیگری است. مربی که هنوز هم بدون تیم است. او قبلا با رافائل واران و کریستیانو رونالدو در رئال کار کرده و به خاطر کسب بهترین بازیکنان مشهور است. اریک تن هاگ سرمربی آژاکس به دلیل کار فوق‌العاده‌ای که در این سالها در هالند داشت طرفداران زیاد در سراسر اروپا دارد. فلسفه هجومی او همچنان برای طرفداران یونایتد بسیار جذاب است، در حالی که رابطه او با دنی فندبیک نیز به نفع او خواهد بود. گراهام پاتر شهرت این انگلیسی به دلیل همکاری فوق‌العاده‌اش با برایتون همچنان در حال افزایش است، اگرچه به تجربه‌ای او در یک باشگاه برتر ممکن است مقابلش کار کند. او به عنوان یکی از بهترین مربیان جوان بریتانیایی شناخته می شود و تنها یک موضوع زمان است تا او با یک باشگاه 6 برتر آغاز کند. یک هفته مانده به ال کلاسیکو و وضعیت 2 بازیکن ریال مادرید برای حضور در این دیدار حساس مبهم است. ریال مادرید 2 روز دیگر باید در زمین شاختار بازی مهم را برگزار کند و قطعا نمیتواند دنی کارواخال و ایدن هازارد را در اختیار داشته باشد. مدافع راست ریال چندین هفته است که قادر به همراهی ریال نیست و به درخواست خودش باشگاه جزئیات درباره مصونیت او منتشر نکرده است. کارواخال اخیرا در تمرینات ریال حضور یافته و اصرار دارد که حداقل در ال کلاسیکو به میدان برود، ولی پزشکان ریال با نظر او موافق نیستند. آنها بر این اعتقادند که بازگشت کارواخال برابر بارسا ریسک مصونیت او را مضاعف خواهد کرد. ایدن هازارد نیز که در بازی نیمه نهایی لیگ ملت‌ها برابر فرانسه مصدوم شد و تعویض شد، این روزها انفرادی تمرین می‌کند. او در بخش اول تمرین حاضر می‌شود ولی فعلا مجوز کار سنگین با توپ را ندارد. هازارد از زمان پیوستنش به ریال هرگز در ال کلاسیکو به میدان نرفته، چرا که مصدوم بوده است و احتمالاً ال کلاسیکو آینده را نیز از دست خواهد داد. تلسم عجیبه که فعلا پابرجاست. هازارد و کارواخال با ریال به کیف نخواهند رفت و درباره حضورشان در ال کلاسیکو نیز قرار از جمعه تصمیم نهایی گرفته شود. زینتن زیدان در پایان فصل گذشته بود که از هدایت ریال مادرید استعفا کرد. این دومین بار بود که زیزو مربیگری ریال را ترک میکند. او بهار 2018 و قبل از شروع جام جهانی روسیه نیز همه را با استعفای خود شوکه کرد. زیدان در چند ماه اخیر به دور از فوتبال بوده و در صفحه اینستاگرامش نیز تصاویر از او و خانواده و سفرهایش و غیره دیده می شود، ولی اسطوره فرانسوی حالا وارد یک برنامه جدید شده است. زیدان با همکاری یک شرکت اسپانیایی اقدام به تأسیس باشگاه پادل در فرانسه کرده است. زیزو با برند زی 5 و با هدف بست و توسعه ورزش پادل در فرانسه اقدام به تأسیس باشگاهی در نزدیکی شهر زادگاهش مارسی کرده و هدفش بست و توسعه این ورزش به مثل تنیس در فرانسه است. قرار است فردا این باشگاه افتتاح شود و به زودی نیز در شهرهای مختلف فرانسه باشگاه‌های پادل زی 5 افتتاح خواهد شد. کمپانی آدیداس بزرگترین حامی مالی زیدان در این پروژه جدید است. درباره بازگشت زیدان به فوتبال نیز شایعات زیاد منتشر می‌شود. او اخیراً پیشنهاد مربیگری نیوکاسل را رد کرده و گفته می‌شود در انتظار پایان جام جهانی 2022 و جانشینی دیدیه دشان در تیم ملی فرانسه است. و یا هم نیمکت باشگاه منچستر یونایتد انتظار او را می‌کشد. با نقل از نشریه دیلی اکسپرت شنبه برای منچستر یونایتد روز خوب نبود، چرا که این تیم بازی خارج از خانه را برابر لستر سیتی را با نتیجه 4-2 باخت و سومین بازی بدون برد متوالیش در لیگ برتر را سپری کرد. این باخت سبب شد که شاگردان اولی گونار سولشایر حالا 5 امتیاز از چلسی صدرنشین عقب بیفتند و این در حال است که 3 بازی بعدی آنها هم 3 بازی بسیار سخت برابر تیم‌های لیورپول در اولترافورد، مقابل تاتنهام در لندن و منچستر سیتی در خانه خواهد بود. شنبه اما برای ستاره پرتغالی من یونایتد کریستیانو رونالدو هم شب خوب نبود، چون نه تنها نتوانست کار خاص انجام دهد و گل بزند، بلکه برخلاف میلش مجبور به انجام کار شد که سرمربی نروژی به او دستور داده بود.
طبق ادعای اکسپرس، کریستیانو رونالدو که از شکست تیمش بسیار ناراضی بود، بلافاصله پس از بسط داد درآمدن صوت پایان بازی به سمت تونل رختکن رفت، اما در همان لحظه سرچای سر راهش ثبت شد و به او گفت که اول برود و با هواداران که برای حمایت از من یونایتد و ورزشگاه کینگ پاور آمده بودند تشکر آنها را تشویق کند. کریستیانو رونالدو برخلاف شروع خوبی که در دومین دوره حضورش در اولترافورد داشت، اکنون اصلا آل روز خوب جالب ندارد و از عملکرد تیمش در رقابت‌های داخلی راضی نیست. این در شرایطی است که بسیاری از هواداران هم بالاتر ورود بازیکنان مانند رافائل واران و جیدون سانچو امیدوار بودند منچستر یونایتد مدعی اصلی قهرمانی لیگ برتر باشد. بازی بعدی شیاطین سرخ چهارشنبه شب در هفته سوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا برابر آتالانتا است که در ورزشگاه اولترافورد برگزار می‌شود. توزیعی درباره تعویق در هنگام بازی‌های برنامه‌ریزی شده ریال مادرید و اتلتیکو مادرید در آخر هفته ارائه شده است. قرار بود دو تیم رقابت‌های لیگ مربوطشان را در اواخر امروز آغاز کنند. پس از بازی‌های ملی ریال کارلو آنجلوتی آماده استقبال از اتلتیک بیلبائو در برنابو بود، در حالی که دیگو سیمونه و شاگردانش به گرانادا سفر می‌کردند. بدون شک بسیاری از افراد در 24 ساعت گذشته شگفت‌زده شدند که هر دو بازی برنامه‌ریزی شده در بهبوه مسابقات قهرمانی لالیگا لغو شد. اما درباره این تصمیم غافلگیرکننده توزیعی به صورت آنلاین ارائه شده است. طبق اعلامیه رسمی رئیس CSD خوزه مانوئل فرانکو پاردو که توسط روزنامه اسپانیایی آیس نقل شده است، با توجه به ملاحظات قبلی و با استفاده از ویژگی‌هایی که به طور قانونی به من اعطا شده، من تصمیم گرفتم که حکم خواسته شده توسط خاورتباس رئیس لالیگا و مدرانو لوپس نماینده لیگ فوتبال حرفه‌ای یعنی لالیگا را صادر کنم. درخواست مورد بحث از سوی ریال و اتلتیکو بود که به دلیل بازگشت دیر هنگام تعداد از بازیکنان کلیدی این هفته از مقدماتی جام جهانی خواستار عقب انداختن آخرین دور مسابقات شدند. نه تنها این، بلکه هر دو تیم اصلی نیز باید در دو روز آینده در لیگ قهرمانان به میدان بروند. سپاسگزارم از همراهیتان. در پناه خداوند بزرگ باشید.